سلام و درود خدمت شما عزیزان امیدوارم که حال دلتون عالی باشه علی قهرمانی هستم امروز در خدمتتون توی کانال سکوت و قرار جزیات قتل یک زن 35 ساله توی مشهد رو براتون تعریف کنم عزیزان تا به حال شده یک اتفاقی افتاده باشه و شما بیای تمام شواهد اون اتفاق رو در کنار هم بگذارید و با خودتون اینطور حدس بزنید که هر آنچه که فکر میکردید در رابطه با اون اتفاق درست بوده ولی خب در یه لحظه به صورت ناگهانی یک اتفاق دیگه بیفته که متوجه بشید نخه اونطوری هم نبوده و شما زود قضاوت کردید این دقیقا ماجرای پرونده امروز ما هستش شخصی که قاتل نبود داشت به خاطر یه سری گفته ها تبدیل به قاتل میشد با من همراه باشید تا جزئیات قتل این زن 35 ساله رو براتون تعریف کنم صبح روز یک شنبه دهم تیر ماه سال 1403 توی محله محمد آباد شهر مشهد مردم محله با یک صحنه عجیب مواجه میشن یه گونی توی کوچه اونا افتاده بود که خیلی مشکوک به نظر می رسید توی گونی یه پتوی بزرگ هم دیده میشد وقتی چند نفری به اون گونی نزدیک میشن و داخلش رو نگاه میکنن تازه میفهمن که شکشون بیدلیل نبوده چون داخل گونی یک جسد وجود داشت جسدی که متعلق به یک زن 35 ساله به نام مهین بود و کاملا مشخص بود که قاتل با ضربات مهلک و سنگینی که به سر اون زن وارد کرده بود اون رو به قتل رسونده بود حالا اجازه بدید یک مقدار در رابطه با گذشته مهین براتون تعریف کنم تا دوباره برگردیم به همین نقطه یعنی زمان و محل پیدا شدن جسد مهین مهین زنی 35 ساله بود اما گفته شده که اون حداقل 15 سال از سن واقعی خودش بزرگتر به نظر می رسیده. سختی و شرایط زندگی با این زن کاری کرده بود که اون خیلی نسبت به همسن و خودش شکسته شده بود. مهین زندگی عادی و نرمالی نداشت و همین چیزها باعث شده بود که اون از سن بسیار کم به سراغ مواد و یک زندگی ناسالم بره و کلا از همون ابتدا پاش رو در مسیر اشتباه زندگی گذاشته بود و گفته شده که توی همون دوران توی دوران نوجوانیش به خاطر همین هاشیه ها به خاطر روابط خارج از عرفی که بیرون با پسرها و مردهای دیگه داشت مجبور شده بود خانوادش رو ترک کنه و بعد از اون یک زندگی آزاد برای خودش داشت که یه جورایی تبدیل به یک بیخانمان شده بود مهین زایعات و پلاستیک های دور رو جمع می کرد و بعد از فروش اونها با پولی که به دست می آورد به هر سختی که بود زندگیش رو می توی اون دوران مهین با چند تا مرد که اتفاقا زندگیشون شباهت خیلی زیادی با زندگی خود اون داشت دوست شده بود و باهاشون وارد رابطه هم شده بود اون موقع ها مهین به صورت عقد موقت و یا همون سیغه بارها و بارها همسر مردهای سمبالایی شده بود که اواخر یکی از اونها مردی به نام اسخر بود که پنجاه سال داشت. این عکسی که الان میبینید عکس اسخره و اتفاقا کسی هست که ادعا میکرد قاتل مهین رو میشناسه و در ادامه ویدیو براتون تعریف میکنم که اون چه چیزهایی در مورد قتل مهین گفته. اسقر خودش نگهبان ساختمون بود ساختمونی که توی محلی قرار داشت که مهین معمولا برای جمع کردن زایعات به اونجا میرفت و وقتی مهین رو می بینه یه دل نصد دل عاشق اون میشه و با خودش قصد کرده بود تصمیم گرفته بود که اون رو عقد کنه و به قولی مال خودش کنه هرچند که این آشنایی برای مهین یه جورایی اتفاقی محسوب شد اما گویا برای اسقر اصلا به این شکل نبوده و اون واقعا مهین رو دوست داشته اون سالها قبل همسرش رو از دست داده بود و مدتها بود که تنها زندگی میکرد و حالا که مهین رو پیدا کرده بود میخواست ناجی اون زن بدبخت بشه اما خبر نداشت که دست روی بد آدمی گذاشته یعنی مهین شخص مناسبی برای رویاهای اون نبود چون همونطور که گفتم مهین به زندگی آزاد عادت کرده بود و نمیتونست پایبند یک مرتوی زندگیش باشه از خر اینطور نبود که از گذشته مهین بی خبر باشه اتفاقا همه چیز رو در مورد اون خیلی خیلی خوب میدونست حالا یا مهین بهش گفته بود یا کس دیگه ای گفته بود و یا اینکه خودش در مورد اون تحقیق کرده بود چیزی توی پرونده نیومده اما به مهین گفته بود که گذشته ها گذشته و اون رو بخشیده بود و باهاش عهد کرده بود باهاش قرار گذاشته بود از زمانی که عقد اون میشه دیگه نمیتونه مثل گذشته با هر کسی که دلش میخواد رفته آمد کنه و منبعد بعد باید هر کاری که میکنه هر جا که میره با اون هماهنگی داشته باشه ولی واقعیت این بود که مهین اصلا آدم این حرف رو نبود که اگر بود هیچ وقت از خونه پدری خودش بیرون نمیزد. به هر حال اسخر روی حرفش موند و مهین رو عقد کرد و بارها و بارها گفتم تاکید کرده بود و به مهین گفته بود که ارتباط با مردهای دیگه خط قرمز اون هست و به هیچ وجه نمیتونه روابط خارج از عرف داشته باشه. حالا حتما بتونید حس بزنید که چه اتفاقی قرار بیفته. آیا این اسخره که میخواد مهین رو بکشه یا مهین به دست یکی از همون مردهایی که باهاشون توی رابطه هست کشته میشه؟ گفتم که در روز دهم تیر ماه اهالی محمدآباد شهر مشهد با پلیس تماس گرفتن و گفتن جسد یک زن رو داخل گونی توی محلشون پیدا کردند. جسدی که متعلق به محین بود و به نظر می رسید قاتل با زدن چند ضربه محکم و کشنده چند ضربه مهلک توی سر اون اون رو به قتل رسونده بود و بعد هم جسد اون رو لای پتو پیچیده بود اون رو داخل گونی گذاشته بود و در نهایت اون رو به قسمت دور ریختن زباله های محلشون منتقل کرده بود. اون گونی جنس عجیبی داشت. طرحش هم عجیب بود. یعنی اینطور نبود که بشه نمونه اونگونی رو جای دیگه خیلی راحت پیدا کرد و این برای پلیس ها خیلی مهم بود چون این سرنخ میتونست اونها رو راحت به قاتل برسونه اما اما مشکل این بود که زمانی که جسد به اون نقطه از محل انتقال داده شده بود هیچ یک از اهالی محل متوجه این موضوع نشده بود در ابتدا پلیس ها برای شناسایی جسد با دشواری های خیلی زیادی روبرو بودند چون قاتل تمام مدارک هویتی اون رو برداشته بود و کلا مشخص نبود که جسد متعلق به چه کسیه اما در نهایت مامورها با جستجوهای اطلاعاتی که انجام دادن موفق شدن هویت مهین رو شناسایی کنن و این خودش قدم بسیار بزرگی بود که اونا بتونن به دنبال قاتل بگردن مهین که خودش خانواده درست و حسابی نداشت و اتفاقا از اون طرف با هر کسی که ارتباط داشت و با اونا رفت آمد میکرد همه خودشون به نوعی میتونستن یک سوژه مشکوک برای پلیس باشن یعنی پیدا کردن قاتل ما بین اون همه آدم خلافکار برای پلیس بسیار دشوار بود خلاصه توی این مرحله پلیس ها داشتن به این فکر میکردن که چطور این پرونده رو پیش ببرن چطور قاتل رو پیدا کنن که ناگهان مردی میان سال به کلانتری همون منطقه میره و به ماموران پلیس گفته بود که شخصی رو میشناسه کلا اطلاعاتی داره که میخواد به اونا بده و اونا میتونن با اون اطلاعات برن و خیلی راحت قاتل مهین رو دستگیر کنن اون مردی که به کلانتری رفته بود کسی نبود جز خود اسقر که گفتم نگهبان ساختمون بود و آخرین نفری بود که مهین باهاش توی رابطه بود اون میگفت هم قاتل رو خیلی خوب میشناسه و هم مهین رو اما اما حرفی از آشنای خودش با مهین نزده بود از میگفت چند روز پیش وقتی برای خرید سیگار داشت از توی کوچهشون رد می شد صدای جر و بحث، صدای داد و بیداد و دعوا و مرافع بین مهین و یکی دیگه از نگهبانهای ساختمونهای همون محل را شنیده بود. عجیبه، او میگفت اسم اون نگهبان فیروز و سی و چهار سالشه و اتفاقا بار اولش هم نبوده که با مهین دعوا کرده و اون روز هم وقتی دعوای اونا رو میبینه با خودش فکر کرده بود که یه دعوای بین خودش رو با هم اختلاف دارن و به خاطر همین اصلا دخالت نکرده بود اما ماجرا از زمانی مشکوک میشه که دقیقا فردای اون روز یعنی صبح زود ساعت بین سه و 4 صبح وقتی اسقر خودش خوابش نمیبره و برای سیگار کشیدن از اتاقش بیرون زده بود ناگهان دیده بود که فیروز یک گونی بزرگ و سنگین رو دنبال خودش داشت به بیرون میکشید که اون رو دور بریزه اسقر میگفت اول با خودم فکر کردم که فیروز داره زایعات ساختمونی رو دور میریزه اما بعد از اینکه جسدی در اونجا پیدا شد تازه فهمیدم که اون مهین رو به قتل رسونده بود و توی اون گونی در واقع جسد مهین وجود داشته شاید براتون جالب باشه که بگم وقتی پلیس از اسخر پرسید اگر واقعا ماجرا اینطور بوده پس چرا اون تازه اومده بود و داشت اون رو توضیح میداد اسخر در جواب اونو گفته بود چون با خودش فکر میکرد فیروز خودش به کلانتری میاد و ماجرا رو اعتراف میکنه یعنی به قتل مهین اعتراف میکنه اما هر چقدر منتظر شده بود دیده بود که اصلا فیروز گویا قصد همچین کاری نداره و وجدانش هم قبول نکرده بود که دست روی دست بذاره همینطور منتظر بمونه و حالا به خاطر همین اومده بود که ماجرا رو لو بده یا اعتراف کنه حالا شاید با خودتون بگید که دیگه معمای قتل مهین حل شده و پلیس ها حالا خیلی راحت میرن به سراغ فیروز اون رو دستگیر میکنن بازداشتش میکنن و همه چیز تموم میشه اما خب ماجرا دقیقا اینطور نبوده پلیس این بار عجله از خودش نشون نمیده چون به هر حال فیروز توی ساختمونی که داشت کار میکرد بود و به نظرم نمیرسید که قصد فرار داشته باشه به خاطر همین معموران فقط به صورت نامحسوس اون رو تحت نظر گرفتن واقعا عجیب بود چون فیروز نه حرکت مشکوک و نه رفتار مشکوکی از خودش نشون میداد معمولا قاتل ها وقتی کسی رو به قتل می رسونن رفتارهای عجیب و غیر عادی از خودشون نشون میدن که در مورد فیروز اصلا اینطور نبود. خلاصه وقتی ماموران پلیس می بینن که از طریق تغییر و یا زیر نظر گرفتن فیروز به جایی نمیرسن با اون مقدار پتو و گونی که جسد مهین لاش پیچیده شده بود به سراغ کارفرمای اون میرن تا بلکه بتونن از طریق اون شخص به سرنخی برسن اما این بار هم دوباره عجیب بود چون کارفرمای فیروز گفته بود که اصلا فکر نمی کنه کارگرش آدم خطرناکی باشه و رفتارهای خشونت آمیزی به هیچ وجه از اون ندیده و اصلا اون گونی و پتو هم برای کارگر اون نیست اما اما جالب زمانی بود که وقتی ماموران پلیس مستقیم به سراغ خود فیروز رفتن و این بار با اون صحبت کردن گونی و پتو رو به اون نشون دادن و اونجا بود که فیروز با اونا گفت اتفاقا در گذشته وقتی که یک بار به دیدن اسخر رفته بود اون نمونه پتو و اون نمونه گونی رو توی اتاق اون دیده بود و وقتی پلیس ها به همین شکل به تحقیقاتشون ادامه دادن متوجه شدن که اتفاقا آخرین مردی هم که مهین باهاش توی رابطه بوده فیروز نبوده و اسقر بوده و تمام این شواهد نشون از این داشت که قاتل هم کسی غیر از خود اسقر نمیتونسته باشه به خاطر همین این بار پلیس ها یه راست به سراغ خود اسقر رفتن و اون رو بازداشت کردن اما چی شد که همچین اتفاقی افتاد مگه اسقر عاشق مهین نبود مگه به اون نگفته بود که اون رو به اندازه جونش دوست داشت؟ پس حالا چرا اون رو کشته بود؟ خب در حقیقت اینا تمام چیزهایی بودن که اسخر با خودش فکر می کرد و گفتم که مهین اصلا آدم مناسبی برای رویاهای های اون نبود توی اون مدتی که این دوتا با هم بودن شرایط زندگی اسخر اصلا طوری نبود که بتونه زن ایش یعنی مهین رو پیش خودش بیاره و بیشتر وقتا مهین به صورت مخفیانه و یواشکی توی ساعتهای آخر شب پیش اون میرفت و بعد هم صبح اول وقت از ساختمون اون بیرون میزد اوایل همه چیز بین اونا خیلی خوب بود تا اینکه یواش یواش از خر احساس میکنه همسرش مهین دیگه به اون سیغهی هم که بینشون خونده شده متعهد نیست اون در طول روز نه تنها با مردهای دیگه صحبت میکنه که حتی با اونها رفت و آمدهایی هم داره رفت و آمدهای خارج از عرف برای همین عصبانی شده بود اون حتی چند باری این موضوع رو با مهین مطرح میکنه اما عجیب این بود که مهین تو روی اون وای میستاد و به اون گفته بود اصلا به اون ربطی نداره که اون در طول روز کجا میره و اون اصلا توی شرایطی نیستش که بخواد بابت کارهایی که بیرون میکنه به اون حساب پس بده این جنگ و دعواها برای مدتی همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه شب نهم تیر ماه اون دوتا دوباره با هم دعواشون میشه این بار دیگه اسخر خیلی عصبانی بود اونقدر که توی اون دعوا به ناگهان با یه تیرچه سیمانی بوتونی که توی ساختمون داشت چند ضربه سنگین توی سر مهین زده بود ضربایی که باعث شدن مهین همونجا جا در جا از دنیا بره اسخر میگفت از قبل به هیچ وجه فکر کشتن مهین توی سرش نبوده با خودش میگفته که اگر اون زن پا کج گذاشت تنبیهش میکنه اما اینکه بخواد اون رو بکشه نه و اون شب اصلا قصد کشتن اون رو نداشته ولی جر و بحث اون و دعوای اون طوری پیش رفته بود که ما بین دعوا ما بین درگیری مهین به صورت خیلی وقیحانه اون رو مسخره کرده بود بهش گفته بود اسکل و اینکه هر کاری میکنه به اون ربطی نداره و تمامی اینا باعث شده بود در یه لحظه اسخر عصبانی بشه و نفهمه که داره چی کار میکنه و بعد با تیرچه سیمانی که اونجا بود چند ضربه مهلک توی سر مهین زده بود و اون زن رو به قتل رسونده بود این اتفاق نیمه های شب رخ میده و اسخر از ترس اینکه فردا جسد مهین توی اون ساختمون پیدا بشه و اون رو به عنوان قاتل دستگیر کنن تصمیم گرفته بود هر طوری که شده همون شب جسد مهین رو از بین ببره اون در ابتدا جسد رو لای پتویی که توی اتاقش داشت پیچید بعد اون رو توی گونی که از قبل برای جابجایی اسبابش ازش استفاده می کرد گذاشت و اونقدر حول و دستپاچه شده بود که در نهایت ندونست واقعا چی کار کنه و جسد رو برده بود و توی خیابون توی کوچه کنار آشخال گذاشته بود و اصلا فکر نمی کرد که خیلی زود بعد از چند روز گیر بیفته. اما حالا این سوال اینجا مطرح می شد که اون چرا می خواست فیروز رو به عنوان قاتل معرفی کنه؟ واقعیت اینه که در گذشته از و فیروز با هم دوست بودن اما بعد از مدتی به اختلاف خوردن و یه جورایی دشمن همدیگه شده بودن و حالا از میخواست می خواست به این شکل از اون انتقام بگیره برای همین با یه نقشه از قبل تعیین شده به اداره پلیس رفته بود و ماجرای ساختگی جر و بحث اون دوتا رو مطرح کرده بود اون با خودش فکر میکرد که ماموران پلیس حرفای اون رو باور میکنن و با دستگیر شدن فیروز همه چیز خیلی راحت تموم میشه و پرونده مخدومه اعلام میشه اما در نهایت این خود اون بود که دستگیر شد و مجبور شد به قتل اعتراف کنه قتلی که از روی یک انتخاب نادرست بود از روی حسادت بود حالا شاید بعضیا بگن از روی غیرت بوده و حقم داشته اما من میگم هرچی که بود از روی ناتوانی مدیریت شرایط بود که اگر خوب مدیریت میشد هیچ وقت همچین اتفاقی نمیافتاد. عزیزان همونطور که گفتم این اتفاق تقریبا یکی دو هفته بیشتر نیست که ازش میگذره و هنوز تحقیقات روی پرونده ادامه داره و باید منتظر بود و دید که سر این نگهبان ساختمون که میخواست ناجی یک زن بدبخت باشه ولی در نهایت تبدیل به قاتل شد سنوشش چی میشه؟ شما هم حتما نظراتتون رو در رابطه با پرونده امروز برام در قسمت کامنت ها بنویسید مرسی که هستید مراقب خودتون باشید تا یک پرونده جنایی دیگر بترود